درود و سلام دارم خدمت بینندگان عزیز هر جا که هستید. سپاسگزارم از تلویزیون ایرانیان کانادا که این فرصت رو برای من در اختیار من میذارن. از جناب مهندس فرزاد سپاسگزارم که منو همراهی میکنند، کمک میکنند برای بهبود این برنامه که همراه مهمانان فرهیختمون مطالبی که برای شما تهیه کردیم در اختیارتون قرار بدیم. امروز مهمان عزیزی رو داریم در این برنامه که همیشه به من لطف دارند و دعوت من رو قبول میکنند و امروز هم مطالب بسیار زیادی رو داریم که بدون اینکه فرصتی رو از دست بدم میخوام برم به سالن و از سلام و درود بگم به دکتر حسین لاجوردی که باز هم در خدمتشون هستیم. ایشون از پاریس در شرکت میکنن و الان ساعت فکر میکنم 8 نزدیک 9 شبه، بنابراین فرصت از دست نمیدم. دکتر لاجوردی خوش آمدید و سلام دارم خدمتتون. من هم سلام دارم، درود دارم به شما و همه هموطنان بسیار عزیزی که این برنامه رو دنبال میکنن. سلام ویژه برای آقای مهندس فرزاد. بله خیلی ممنون دکتر لاجوردی، همطور که در آغاز گفتم خیلی مطالب مهمی در جریان هست و من میخواستم که هرچه زودتر به این مطالب برسم. در آغاز قبل از اینکه من به سرخط بعضی از خبرها برسم میخواستم که راجع به جناب عالی راجع به 17 شهریور مقاله نوشتین قبلا، مطالبی رو در جاهای مختلف اظهار کردین و چون تاریخ یعنی حادثه یک موضوع تاریخی هست، برای بینندگان ما خواهش میکنم مطالبی که راجبش صحبت کردین و نوشتین برای ما هم بازگو بکنین. بویانه در خدمت شماست. جناب افشین جان، 17 شهریور 57 یعنی حدود 3 ماه قبل از انقلاب و مسائلی که در ایران وجود داشت، به حال با نام میدان ژاله یک سری تظاهرات گسترده به وجود آمد، تعدادی کشته شدن و غیره. اون سال من 2 ماه 2 3 ماه قبل از انقلاب رفته بودم، برگشتم به ایران، ولی از چندین سال پیشش در مرکز آمار ایران یک مجموعه ای رو که مسئولیتش با من بود تهیه می کردیم که مرگ و میر شهر تهران، البته فقط در سال چقدره. منابع این خیلی مشخص بود، سازمان بهش زهرا بود، پزشکی قانونی بود و تمام گورستان‌های اقوام مختلفی که در تهران بودن، ما اینها رو جمع‌آوری می‌کردیم و آخر اسفند هر سال اینها رو به عنوان آمار مرگ و میر شهر و تهران چاپ می‌شد. اون سال هم همین اتفاق افتاد و چون این آمار ماهیانه هفتگی مطرح می شد، اون سال من آمدم یک فصل ویژه‌ای رو به اون اضافه کردم که شهریور 57 چه اتفاقی افتاد. آمارها رو هیچ کس، نه ما در مرکز آمار ایران و نه آخوندها که میگفتن که به هر حال 17 شهریور 17,000 نفر کشته شده، 15 خرداد 15,000 نفر، اینها همه حرفای اینطوری بود، ولی ما با تطبیق دادن آمار سالهای قبل به اضافه رشد جمعیت در سال 57 هم این رو محاسبه کردیم. دقیقا الان به خاطر ندارم ریزش رو، ولی در شهریور 57 به نسبت شهریور 56 حدود 220 نفر کشته شده بودند که به هر حال عرض کردم مجمع آخوندی اعلام کرد 17,000 نفر. البته اون مجموعه چاپ شده وجود داره، حالا فرصتی بود مجددا اون رو مطرحش خواهم کرد در خدمتتون. بله، اگر دکتر لاجوردی اگه بخواین که یک قسمت کوچیکی راجع به این برای بینندگان ما روشن بکنین، غیر از
موضوع تعدادی که البته الان اشاره کردین 220 فوتی در مقابل مقایسه با سال قبلش، آیا چیز دیگه ای هست که بینندگان ما، شنوندگان ما بتونن راجع به 17 شهریور به صورت خیلی خلاصه بدونن که بریم به موضوع بعدی برسیم؟ در حال ببینید آقای افشین جان، مسئله 17 شهریور مسئله عملا میدان ژاله بود و تظاهراتی که با مقابله ارتش به وجود آمد، ولی اون آماری که من خدمتتون دادم آماریه که ما روح مسئله گروه سنی محاسبه کرده بودیم، چون آمارهای فوتی چه از طرف به پزشک قانونی چه از طرف بهش زهرا، اینها معمولا اگر تصادفی بود، اگر اتفاقی میافتاد، ممکن بودش که مثلا 1% 2% تیر خورده وجود داشته باشه، ولی در سال 57 کسانی که تیر خورده بودن تعدادشون بیشتر از سال قبل بود. به همین دلیل حدود 220 و چند نفری که الان 200 نفرش یادمه، 220 نفرم یادمه، ولی اون دقیق چند نفر از 20 نفر بیشتر 220 نفر بیشتر رو به خاطر ندارم، ولی اونهایی بودن که تیر خورده بودن، چه از روی جلوی سینه چه از پشت تیر خورده بودن، اینها تعدادشون بیشتر از نسبت سال قبل با توجه به رشد جمعیت در دو سال 56 و 57 بود که عرض کردم جمهوری اسلامی بعدها اعلام کرد 17 هزار نفر در اون روز کشته شدند. بله خیلی ممنون، این خیلی مطالب رو برای کسانی که مطالب دیگه ای رو عنوان میکنن خیلی مهمه که شما بهش اشاره کردید. دکتر لاجوردی، شما امروز یک مقاله ای رو دادین بیرون به نام پیشبینی تلخ. در حقیقت موضوع اصلی گفتمان ما امروز راجع به این مقاله است که دیدم جاهای مختلفی هم به چاپ رسیده اگر اشتباه نکنم، ولی قبل از اینکه به اونجا برسم من چند تا خبر به اصطلاح مهم دارم که خیلی به صورت سرخطی میگم که بینندگان عزیز ما بدونن و اگر خواستن میتونن که دنبالش رو بگیرن. البته الان چند لحظه پیش خبر اومد که ملکه الیزابت فوت کردن. از این موضوع که بگذریم چند نکته دیگه هم اضافه بکنم راجع به اینکه آلبانی دیپلمات‌های ایران رو اخراج کردن و 24 ساعت بهشون فرصت دادن که از ایران برن بیرون، و خود این خیلی مطالبی رو در بر داره که من ازش میگذرم. در قسمت دیگه ای که به عنوان خبر که حتما بینندگان دنبال میکنن، فرستادن ایرانی ها به عنوان زائر به کربلا و عراق هست که چیزی که مهم هست خودش اون مهم نیست، ولی اون خدماتی که دارن به مردم میدن، به عنوان مثال این آماری که خود جمهوری اسلامی داره میده، خبرهای خود جمهوری اسلامیه، 9 تا هلیکوپتر یعنی بالگرد فرستادن برای حمل بیماران یا کارهایی که نیاز هست، 8 تا بیمارستان صحرایی درست کردن که این 8 تا بیمارستان صحرایی کاملا میتونه کارهای عمل جراحی رو انجام بده، 234 آمبولانس اونجا هست، 38 اتوبوس بیمارستانی که همون مثل کار بیمارستان صحرایی رو میکنه با تمام تجهیزات قلب و عروق و تمام جراحی ها که میتونه باشه، حدود 15 میلیون بطر آب دادن برای این یک هفته برای اینطور که خودشون اعلام میکنن برای 3 میلیون، چند صد کامیون مواد غذایی و خوراکی و غیره تهیه دیدن. مشکلات پاسپورت و ویزا اینا هم براشون اصلا مطرح نبوده، مشکل ارز نداشتن، بانک مرکزی همه این مشکلات رو حل کرده، مشکل اجازه همسر که همش ایراد میگیرن که خانوم باید اجازه پدر یا همسرش داشته باشه اصلا وجود نداره، عرشبت وجود عوارض خروجی هم اصلا نداشته. در حقیقت یک شوی حسابی انجام دادن فقط و فقط به خاطر کارهای ایدئولوژیک و مقابله
با عربستان یا قدرت نمایی در مقابل حکومت عراق هست و این واقعا نشون میده که چه هزینه سرسام‌آوری در حالی که مردم دارن از توی سطل خاک غذا میخورن و برمیدارن یا کودکان کار داریم که میدونم دکتر لاجوردی شما بسیار کانسرن کودکان هستین، اینا نشون میده که واقعا ما با یک دشمن واقعی در مقابلمون هست. گذشته از این مطالبی که خدمتون گفتم میرم به یک قسمت دیگه، احتمال تعلیق فوتبال، تیم فوتبال هست و 6 روز به جمهوری اسلامی فرصت دادن که به اون حادثه‌ای که نه حادثه بلکه اون کاری که در مسابقه در مشهد اتفاق افتاد و در اونجا به خانوم ها سپری فلفل زدن و خانوم ها رو راه ندادن، بهشون 6 روز فرصت دادن. من اینو به این صورت میگم، ممکنه خیلی خوششون نیاد من این مطلب رو میگم، امیدوارم که جمهوری اسلامی تیم فوتبال ما که تیم ملی ما هست تعلیق بشه، برای اینکه من معتقدم تا خراب خراب نشه آباد نخواهد شد. این برخلاف مسائل منافع ملی ما ممکنه یه عده‌ای مطرح بکنن، ولی من واقعا میخوام که چون این کار انجام بشه و مردم بدونن که واقعیت از کجا هست، تعلیق از کجا شروع شده، نه به خاطر اون چیزی که من میگم بلکه به خاطر اینکه قوانین بین‌المللی رو اجرا نمیکنن. قسمت دیگه که میخواستم خیلی سریع ازش بگذرم، آماری که جمهوری اسلامی امروز داده، 95% از سخت جنین هایی که انجام میشه غیر قانونی هست و فقط 2% یا 3%شون این از سخت جنین ها خارج از ازدواج بوده و شما میتونین، خود بینندگان عاقل هستین میدونین که چه عوارض بدی برای مادر داره و برای فرزند داره، من وارد این جزئیاتش نمیشم. قسمت آخر این که انسیه خزعلی که معاون آقای رئیسی هست و همیشه انتقاد میکرده از خارجی ها و غیره، گزارش اومده که پسرش در کانادا اومده و داره اونجا کارهایی رو انجام میده، البته خودشون گفتن به عنوان مهاجر نیومده بلکه برای کار اومده و برمیگرده، فرقی هم نمیکنه. آقای این دو پسر میتونسته بره به کوبا، میتونسته بره روسیه، میتونسته بره به چین، ولی میاد و یک کشور معتقد به دموکراسی میاد کارشو انجام بده و به راحتی هم میاد و میره. من بگذریم از این مطالبی که خدمتتون گفتم برای بینندگان که برای من مهم بود که بگم، ولی بعد میگردم دکتر لاجوردی، میریم به موضوع اصلی امروز، مقاله‌ای که شما نوشتین به نام پیشبینی تلخ و بعد اضافه کردین دکتر لاجوردی از اینکه آرمانگرایی بیرون بیاییم، ایران در خطر است و تنها راه حل با هم نشستن در یک اتاق فکری است. ما قبل از اینکه بریم به اون جزئیات این برسیم، میخواستم که راجع به این سر مقاله که نوشتین و این دو خطی که گفتین یه توضیح برای بینندگان ما خواهش میکنم. بفرمایید. جناب افشینجان، به من اجازه میدید من در عرض یه دقیقه به نسبت به مطالبی که اشاره کردید یک نظر کوچکی بدم. یکی این که در مورد مرگ ملکه انگلستان، این رو به نظرم باید به جمهوری اسلامی تسلیت گفت که به هر حال حامیشون از دست دادن. در رابطه با مسئله اربعین اشاره کردید، بحث‌های دیگری هم وجود داره، یعنی این که اینها آمدن گفتن هر کسی که بیاد در این مراسم اربعین شرکت بکنه بین 3 میلیون تا 5 میلیون بهش نقدن پرداخت میشه و احتیاجی به مراجعه به بانک هم نداره. ولی از طرف دیگر و خیلی خیلی مهمتر، مسئله شیعیان عراقی است که شیعیان عراقی در اتوبوس‌های تعداد اتوبوس‌های بسیار زیادی به شمال ایران دارن میرن کنار دریا. حالا اربعین در کنار دریا چه اتفاقی میفته نمیدونم، ولی میخوام بگم که ببینید که ما از کجا به کجا رسیدیم. آخرینش در مسئله فوتبال فیفا
اعلام کرده که نه تنها خانم ها باید به استادیوم برن، بلکه خانم ها باید بتوانن در ایران برای بازی مردان در فوتبال سوت بزنن، داوری بکنن. ببخشید، خواستم فقط خیلی ممنون که من این تکمیل کردین. درسته همین مسئله با داوری هست و بعد یه نفر نوشته بود از خود حکومتی ها نوشته بود ما خانم‌ها رو راه نمیدیم تو استادیوم، حالا اینا میخوان برای اون داوری هم بکنن. مسئله این خانم فرزند خانم خزعلی، اصلا آقای افشینجان این مسئله مهمی نیست. وقتی شما در کانادا نوه آقای خمینی رو دارید، نمیدونم برادر آقای رئیسی رو دارید، نمیدونم به تمام این آدمهای معروف و مطرح که بیشترشون حالا در امریکا و به خصوص کانادا هستن، دیگه میگه چون که صد آید نود هم پیش ماست. بله بگذاریم، ببخشید که پاسخ شما رو گذاشتم به این ترتیب. حضورتون عرض شود جناب افشینجان، شما سالهای درازی است که من این شانس رو داشتم که از دوستی شما بهره‌مند باشم، شاهد این بودید که من یک سری دلنگرانی ها همیشه داشتم. هر کسی، من، شما یا هر کس دیگری میتونه دیدگاه های خاص خودش رو داشته باشه در رابطه با مسائل سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، هر کدومیش تفاوتی نمی کنه. من و شما میتونیم موافق هم دیگه باشیم یا مخالف هم دیگه باشیم، ولی دشمن هم دیگه نباشیم. این مسئله خیلی خیلی مهمیه. این بحثی که من توی این مقاله امروز مطرح کردم و در چند ساعت همونطوری که اشاره فرمودید خیلی گسترده پخش شده تحت عنوان پیشبینی تلخ، که توی مقالم در دو مرحله بهش اشاره کردم که امیدوار هستم پیشبینی من جامعه عمل نپوشه و ما زندگی آرومتر و بهتری رو داشته باشیم، ولی بحث اصلی اینه که ما 43-44 سال هست که از حاکمیت واقعا ویرانگر و غارتگر جمهوری اسلامی میگذره. ما در مجموع هیچ تفاوت نمی کنه، در یک مجموعه بزرگ تلاش های بسیاری رو کردیم. یک نمونه کوچکی رو اگر آدم بخواد بگه، بخش بندی اگر بخوایم بکنیم در زمینه خواستاران پادشاهی و سلطنت بدون تردید تلاش های گسترده ای انجام شده، در زمینه جمهوری خواهان به همین شکل، اونهایی که دنبال حاکمیت فدرال بودن به همین شکل، همه اینها تلاششون این بوده که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و یک حکومت دموکراتیک جایگزینش بشه. این رو همه بهش اعتقاد داشتن. اینی که من سلطنت طلب و پادشاهی خواه باشم یا جمهوری خواه یا فدرال طلب هیچ تفاوتی اصلا نمی کنه. مهم این بوده که ما همه در یک قالب مشخص به دنبال سرنگونی جمهوری اسلامی و به وجود آوردن اون جایگاه خواست و ایدئال ها و آرمان های خودمون باشیم. ولی این مسئله کافی نبوده، یعنی این که هر آنچه تلاش شده امروز بعد از 4 دهه میبینیم که جمهوری اسلامی سر جای خودش نشسته و ما هم همچنان در ایدئال های خودمون، در آرمانگرایی های خودمون هستیم. یک مثالی رو جناب افشینجان شاید که بازم شما از من شنیده باشید، در این مقاله هم باز مطرح کردم، بهش اشاره کردم، اینه که نسل من در زمان دوران جوانی، ما اگر موافق سلطنت بودیم یا مخالف سلطنت بودیم، اکثریت قریب به اتفاقی میخواستیم مملکتمون رو تغییراتی پیدا بکنه، مملکت رو بسازیم و نمونه داشتیم. آرمانگرایی ما نمونه بود. آرمانگرایی ما این بودش که ما میخواییم یه روزی مملکتمون مثل سوئد بشه و اشاره کردم که امروز درست در نقطه مقابل اون جوانها و بچه های ایرانی میخوان که به سوئد برن
میخوان به اونجا پناهنده بشن و زندگی خودشون در اونجا تشکیل بدن. طبیعی است که به دلیل سرکوب و خشونت و بی‌اعتباری حکومت، مشکلات اقتصادی، مشکلات اجتماعی، مشکلات فرهنگی و همه اینها. بعد مورد مثال رو که آوردم میگم، ما به هر حال در زمان پادشاهی در ایران یک نفر پناهنده سیاسی داشتیم در خارج از کشور. من خودم که بورسیه سازمان ملل متحد بودم، آمدم به خارج از کشور، میخواستم برگردم با وجود امکاناتی که واسم بوده. بسیارانی همین حالت رو داشتن که برگردن و به مملکتشون خدمت بکنن، ولی شاهد این هستیم که حدود 7-8 میلیون جمعیت ایرانی امروز در خارج از ایرانه و میلیون ها ایرانی در انتظار این هستند که به نوعی از ایران فرار کنند و بتونن با مخاطرات بسیار بسیار گسترده‌ای که واسه شون وجود داره در راه و با قاچاقچی، با مشکلات پناهندگی، آمدن پیش مسئولین این کشورها غیره و غیره، همه رو به جون میخرن واسه این که به هر حال بتونن از اون مملکت فرار بکنن. این بحث اصلی منه و یه نکته میگم، صحبتم رو قطع میکنم، در خدمتون هستم، و اون اینه که تمام مدت، نه در این مقاله، شما باز شاهد هستید که حداقل توی این چند هفته گذشته من بحث اتاق فکر رو که مطرح کردم هی مرتب گفتم که مسئله من این نیست که نمیدونم پادشاهی خواه باشه یا نباشه، جمهوری خواه باشه یا نباشه. مسئله من در اینه که اگر ما میبینیم که جمهوری اسلامی 43-44 سال باقی مونده، یک دلیل مشخص بیشتر نداره. اون دلیلش اینه که همه جناها با همه دشمنی ها بین خودشون یک هدف مشترک دارن و اون نگه داشتن جمهوری اسلامیه. آیا ما یک روزی، ما در مجموع کسانی که میخوایم جمهوری اسلامی سرنگون بشه، به یک هدف مشخص میتونیم برسیم یا نه؟ من باور دارم که میتونیم. در مقاله من در عمل همینجا رو میخواد نشون بده. ما هم بخوایم یک هدف مشترک برای خودمون درست بکنیم، بدون ایدئولوژی در اون اتاق فکر بنشینیم و فکر بکنیم که چی کار باید کرد در مقابله با جمهوری اسلامی. همونطوری که اتاق فکر جمهوری اسلامی 43-44 ساله همه ما رو، هیچ تفاوت نمیکنه از جمهوری خواه و پادشاهی خواه و فدرال طلب ها و غیره و غیره، داره بازی میده و ما متاسفانه در گروه های سیاسی، در گروه های روشنفکری و بسیاری مثال های دیگر این بازی رو پذیرفتیم و به اونها پاسخ مثبت دادیم. این آغاز، در خدمتتون هستم. بله دکتر لجوری، در یک قسمتی شما اشاره کردین، من از رو میخونم: امروز مشکلات و موانع در جامعه ایران، سیاست‌های منطقه‌ای و شکل‌گیری حمایت‌های بین‌المللی از حکومت جمهوری اسلامی باید مورد راستی گرایی و واقع بینی قرار بگیرد. منظور شما از این موضوع چیست و در این مورد چه نقشی رو مردم میتونن بازی بکنن؟ حالا ما وارد رهبری الان نمیشیم، در این قسمت میریم قسمت دیگه، ولی راجع به این موضوع که اشاره کردین به حمایت‌های بین‌المللی، نقش مردم چی هست دکتر لاجوردی در این مورد؟ جناب افشین جان، ببینید، این بحثی که من توی این مقاله مطرح کردم اینه که ما اگر فقط با حکومت جمهوری اسلامی مسئله داشتیم، طبیعتاً مثل همه کشورهای دیکتاتوری دیگر دنیا که نمونه های بسیار زیادی هم در این زمینه وجود داشته، ما به مقابله و جنگ با جمهوری اسلامی میپرداختیم. ولی امروز متاسفانه تأسف به حال ما اینه که بسیاری از این کشورهای ابرقدرت حامی جمهوری اسلامی هستند. یعنی اینکه در به وجود آوردنش
دخالت‌های گسترده کردن و در نگهداریش امروز تلاش‌های بی‌حدی را انجام میدن. در اینجاست که من بحث منطقه‌ای و بحث حمایت‌های منطقه‌ای کشورهای ابرقدرت را مطرح کردم. اشاره می‌فرمایید که سوال اینه که مردم چه نقشی دارن. جناب افشینجان، در همه تاریخ تحولات کشورهای دیکتاتوری که به کشورهای نسبی دموکراتیک تبدیل شدن، یک بحث اساسی وجود داشته. اون بحث اساسی این بوده که اینها اجباراً مردم فقط و فقط نیامدن که توی صحنه، توی خیابون و حکومت رو بندازن. انداختن حکومت خیلی خیلی میتونه ساده باشه با همین هیجاناتی که به وجود میاد. در مورد جمهوری اسلامی هم همینطور خواهد شد. ولی ما یک تجربه بسیار بسیار تلخ داریم. اون تجربه تلخمون اینه که سال 57 بر اساس هیجانهایی که به وجود آمد، ما هیجان زده آمدیم توی خیابون، غافل از اینی که مطالعه بکنیم ببینیم که جایگزین حکومتی که ما بر علیهش هیجان به خرج میدیم چه خواهد بود. حالا این مجموعه ای که مایی که ازش نام میبرم در بیشتر از 90% مربوط به اون رهبران سیاسی اون زمان از ملی و چپ و غیره و غیره است. در این زمینه مردم تقصیری ندارن. مردم میتونن باز هم بیان تو خیابون، ولی مردم تجربه تلخ دارن، میبینن که یک بار آمدن و به کجا رسیدن. بحث اصلی که جناب علی اشاره کردید، بخواید بعدم بهش بپردازید، اینه که در همه کشورهای جهان، چه دموکراتیک چه غیر دموکراتیک، همه اینها یک اتاق فکر دارن و یک گروهی یا یک رهبری یا یک رهبری اون رو هدایت میتونه بکنه. اونجاست که مردم میتونن به نتیجه برسن و تجربه تلخشون بتونه میوه شیرین داشته باشه. بله دکتر لاجوردی، شما در این مقالتون راجع به گروه های مختلف صحبت کردین. من یه قسمتشو که مربوط میشه به کسانی که سامانه پادشاهی رو دنبالش هستن نوشتین. با آخرین فراخوان ایشان، منظور شاهزاده رضا پهلویه، نیز توپ در زمین مردم ایران انداخته شده است. یعنی ایشون انداخته. حالا سوال مطرح است که چرا با وجود این خواست بزرگ ملی به گفته آنان تاکنون حاصل و نتیجه‌ای در بر نداشته. این یک سوال بسیار مهمی هست که الان سالها راجبش صحبت شده. شما اینو به درستی اینجا مطرح کردین. نتیجه گیری که شما میخواین از این قسمت، از این گروه که الان راجبش صحبت کردیم، چون گروه های دیگر هم راجبش صحبت کردین، و من بینندگان عزیز رو تشویق میکنم که کل این مقاله رو بخونن، در رسانه های مختلف الان چاپ شده. میخواستم نظر شما رو که الان میگین که شاهزاده این توپ رو تو زمین مردم انداخته و این یه چیز تازه ای نیست، شما مثال هم زدین، میگین که در این مورد بنیاد میهن، شورای ملی، فرشگرد، ققنوس، پیمان نوین و اینا هیچ کدومشون راهبردی رو نداشتن. اگه ممکنه راجع به این موضوع هم یه مقدار توضیحاتی بفرمایید. همونطور که اشاره کردید، من فقط در مورد مستامانه پادشاهی صحبت نکردم، در مورد جمهوری خواهان هم صحبت کردم، در مورد کسانی که به دنبال حکومت فدرال هم هستن هم صحبت کردم، مفصل هم هر کدوم هست. اینجایی که جناب علی اشاره بهش دارید خیلی روشنه. ببینید، اول قبل از هر چیزی من این رو بگم، من فکر میکنم که هر کدوم ما چه مایی که اینجا توی استودیو نشستیم، چه اونهایی که بیننده و شنونده این برنامه هستن، اگر که وابستگی به جمهوری اسلامی نداشته باشن، میدونن که جمهوری اسلامی چه بلایی به سر ایران و ایرانی آورده و میخوان که جمهوری اسلامی نباشه و حکومت دلخواهشون به انجام برسه. ولی در این سالهای دراز چهار دهه گذشته
کسانی که طرفدار سلطنت بودن، طرفدار پادشاهی بودن، که من بسیار تعداد بسیار زیادی از دوستانم در اون قسمت هستن، اشاره کردن مرتب که مردم ایران همه به دنبال پادشاهی هستن و خاصه هرچی جمهوری اسلامی ضعیفتر شده، خشونت و سرکوب و اعدامش بیشتر شده، این بحث بیشتر پیش آمده که مردم به دنبال سامانه پادشاهی و شخص رضا پهلوی به عنوان سمبل این خواسته هستن. من در اینجا اشاره کردم در طی این 44 سال ما باید این پاسخ رو داشته باشیم که به هر حال در سامانه پادشاهی یک شخصیت وجود داره، برخلاف جمهوری خواهان که یا فدرالیست ها که میتونه 10 تا گروه باشه، 20 تا گروه باشه، 20 تا رئیس جمهور وجود داشته باشه یا در حاکمیت فدرال به همین ترتیب. در سامانه پادشاهی یک سمبل وجود داره. اینی که من موافق باشم یا شما مخالف باشید یا هر چیزی تفاوت نمیکنه. این سمبل در طول این 44 سال چی کار کرده؟ خب باز تفاوت گسترده ای هست، به این معنا که آقای شاهزاده رضا پهلوی در طی این مدت، من به قبلش هنوز کار ندارم، ولی از زمانی که به طور مکتوب سند شده اشاره می کنم، چون قبل از بنیاد میهن هم تعداد بیشماری سازمان و حزب و غیره و غیره وجود داشته. از زمان بنیاد میهن، بعدش شورای ملی به وجود آمده، بعدش فرشگرد و بعدش ققنوس و بعدش پیمان نوین و در آخرین مرحله هم که جناب علی از صحبت خود من، مقاله خود من اشاره کردید که شاهزاده آمدن و میگن که اپوزیسیون یعنی مردم ایران، وقتی بحث دقیق تر میشه میگن که خب میخواییم چی کار بکنیم، میگن مردم میگن، میخواییم چی کار بکنیم، انتخابات باشه، مردم میگن. اصلا اینا انقدر زیباست این جملات که حد و وصف نداره، ولی در هیچ تودهی در هیچ کجای دنیا مردم نمیان بگن که قانون مثلا نمیدونم کار چجوری باید انجام بشه. اون رو باید که یک گروه متخصص این زمینه در اشتغال و بیکاری کار بکنه. مردم نمیان بگن که سیاست منطقه‌ای، سیاست فروش نفت، سیاست تولید گاز، سیاست نمیدونم خارجی یک حکومت رو ما در خیابون تعیین میکنیم. اصلا هم چیزی وجود خارجی نداره. باز همه اینها یک گروه های تخصصی رو میخواد که بهش جواب بده. سوالی که من در اینجا کردم اینه که طرفداران سلطنت و پادشاهی و شخص شاهزاده رضا پهلوی باید به این پاسخ بدن. اگر همه مردم به دنبال سامانه پادشاهی هستند، به دنبال این هستند که حکومت دو پهلوی بدون تردید به نظر من با ایرادات خودش قابل ارزشه، زمان رضا شاه و زمان محمد رضا شاه، امروز یک نوستالژی برای جامعه ایران به وجود آورده، من اصلا حرفی در این زمینه ندارم، تردید هم ندارم، ولی یه واقعیت رو باید پاسخ گفت. چرا در این 44 سال این خواسته همگانی که همه مردم به گفته پادشاهی خواهان میگن فریاد رضا پهلوی رو میزنن، چرا به نتیجه نرسیده؟ من این سوال رو مطرح میکنم، باید که در این زمینه پاسخ رو پیدا کرد، همونطوری که در مورد جمهوری خواهان مطرح میکنم، همونطوری که در مورد فدرالیست ها مطرح میکنم. اگر به عنوان سوال مطرح میشه، من توضیحات خودم رو در اونجایی که در این مقاله هم هست خدمتتون بدم، و اگر نه همین الان بگم خیلی مشخص و روشن. ببینید، من در اینجا نه به عنوان این که موافق یا مخالف پادشاهی هستم، نه به عنوان این که موافق یا مخالف جمهوری هستم یا فدرال هستم، هیچ کدوم، ولی به هر حال در جمهوری خواهان هم شما میبینید حکومت نمیدونم سکولاریزم، سوسیالیزم، نمیدونم لایسیته، همه اینها بسیار زیباست. چرا ما بهش نتونستیم برسیم؟ چرا وقتی که از جمهوری حرف میزنیم نمیتونیم در محور حداقل یک جمهوری مورد اعتماد مردم ایران با همدیگه بنشینیم؟ از همدیگه وحشت داریم. این رو عیناً در مورد فدرالیست هم گفتم،
ببینید 60 تا 65 درصد مردم ایران جزء استانهای مرزی ایران و به نوعی به گفته اونها به دنبال فدرالیسم هستن. چرا در خود مجموعه فدرال خواهان هنوز که هنوزه، چون من در این زمینه کار کردم، سالها کار کردم، هنوز یک سری مفاهیم مشخص فدرالیسم به وجود نیامده؟ اینها سواله، اینها پاسخ میخواد. در مقاله من همینجاست. من وقتی که بحث از یک تجربه تلخ میکنم، یک پیشبینی تلخ میکنم، به اینها اشاره میکنم و هشدار میدم. در خدمتتونم آقای افشین. من در این قسمت آخر فرمایشتون چند تا مطلب قرض میکنم. یکی راجع به این که 60 تا 65 درصد از جمعیت ایران رو اشاره کردین که اقوام یا ملت ها یا خلق ها، که البته خود همین این واژه ها مطالب مهمی رو در مقابل مردم میذاره و این اختلافات یه مقدار خودش همین اسامی، همین واژه هایی که استفاده شده مطلب هست و این نشون میده که واقعا کسی نمیخواد به کهن مطلب برسه، به اصل مطلب برسه. اسمش مهم نیست. و در ضمن اشاره کردین که مفاهیم مشخصی برای فدرالیسم نداشتن. من اخیرا با یکی از این سران فدرالیسم صحبت میکردم که میگفت خودش به عنوان نماینده 22 فدرال رفته به بلژیک و عرشبت که با جامعه اروپایی صحبت کرده و اونا بسیار مطالبی که ایشون گفته خیلی خوششون اومده. من گفتم که به این طرف گفتم که شما چرا از طرف تمام ملت ایران نرفتید؟ گفت نه، ما حرفمون یه چیز دیگه است. خب این کسی که یه همچین صحبتی رو میکنه، خود این یک مقدار نه بسیار زیادی تشنج ایجاد میکنه. برگردم به صحبت این قسمت. فرمودین که 60 تا 65 درصد جمعیت دارن و در یک قسمتی دیگه اشاره کردین که بیشماری از آنها توانمندی داشتن اسلحه دارن و نمیدونم دکتر لاجوی شما آماری راجع به این موضوع دارین که چه تعدادی از این اقوامی که در گوشه کنار کشورمون هستن دارای این موقعیت هستن که اسلحه داشته باشن و آیا شما اینو به عنوان یک موضوع مثبت نگاه میکنین یا به صورت خیلی منفی نگاه میکنین؟ اگه ممکنه توضیح بفرمایید. جناب افشین جان، در رابطه با آمار 60 تا 65 درصد اگر دقت فرمودید، من نوشتم به طور تقریب و در مجموع استانهای مرزی ایران رو که شما نگاه بکنید، جمعیت ها رو نگاه بکنید، میبینید که یک همچین آماری البته دقیق نیست، چون ما در سرشماری هایی که در ایران داشتیم روی این مسئله تمرکز نمی کنیم، از این قضیه فرار می کنیم. قسمت دوم اشاره به این بود که من بحث ایرانی ها، بحث اقوام، بحث ملت ها، بحث خلق ها و آخرش من نوشتم هر آن چیزی که خود شما می خواهید قبول دارید. منظور من اینه که من میخوام تشنج رو کم کنم. اون میگه من خلقم، اون میگه من ملتم، اون میگه من نمیدونم چیم. هر چی شما میگید، ولی جواب بدید که چرا با تمام این تفاصیل هنوز نتونستید به راهکاری برسید. این نکته رو جناب افشین جان خدمتتون بگم. چند سال پیش من دعوت شدم از طرف دولت سوئیس برای اینکه در بخش همین اقوام ایران و راه حل برای فدرال شرکت بکنم. من جواب منفی دادم به این دعوت و نرفتم. دلیلم هم این بود که مسائل حاکمیت امروز و فردای ایران رو سوئیس نباید حل بکنه. با وجودی که میدونم شما با کسانی که صحبت کردید در بلژیک اشاره میکنید، من کاملا آشنا هستم، بلژیک هم نمیتونه حل بکنه، انگلیس و امریکا هم نباید حل بکنن. برای این که ببینید یک حکومت فدرال
وقتی که شما در کانادا نگاه میکنید، در امریکا نگاه میکنید، در هند نگاه میکنید، در سوئیس نگاه میکنید، در آلمان نگاه میکنید، در هند نگاه میکنید، این مورد قضاوت واقع نمیشه که حتما خوبه، حتما بده. این کشورها به دلایل این انتخابات رو داشتن. بحث من در اینجا اینه که اگر فردا بخواد که در جایگزین جمهوری اسلامی حکومتی به وجود بیاد، نحوه آینده حاکمیت سیاسی مشخص بشه، این رو ما باید به وجود بیاریم، نه این کشورهای دیگه. نمونه های اینها سمبل ما نمیتونه باشه. ما هیچ وقت نمیتونه بگیم چون آلمان فدراله پس ما هم میخوایم عین آلمان بشیم. بسیاری از ویژگی ها و خصوصیات وجود داره که ما با آلمانی ها متفاوتیم، ما با هندی ها متفاوتیم، پس در نتیجه ما باید خصوصیات داخل خودمون رو داشته باشیم. بازم سوال اصلی عین زمان رابطه با پادشاهی خواهان همینه که شما معتقدید این تعداد جمعیت هستید، این تعداد فدرال خواه هستید، چرا نتوانستید که جمهوری اسلامی رو سرنگون بکنید و چرا همچنان هستید؟ ولی در مورد اسلحه سوال کردید. ببینید، بحث این که من واسم جالبه یا واسم جالب نیست مطرح نیست. بحث فشاریه که جمهوری اسلامی به یک سری گروه ها میاره. آمار خود جمهوری اسلامی میگه که کردها رو میگیره، مثلا نمیدونم اعدام میکنه، میگه اینا آدم های مسلح بودن. بلوچ ها رو میگیره اعدام میکنه، میگه اینها براندازی میخواستن بکنن. عربا رو همینطور. به همه، به همه. طبیعی است هر آدمی که فکری رو داره برای این که بتونه آینده مردمش رو، رفاه مردمش رو به وجود بیاره، باید مخالف اسلحه باشه. طبیعی است که باید باشه. ولی اون بحث دفاع مشروع وجود داره همچنان. یعنی وقتی که حاکمیت جلوی شما میسته و به شما تیراندازی میکنه. اخیراً اتفاقا همین دیشب دوستی به من زنگ زده بود از امریکا، میگفتش که یک سریال ایرانی درست شده. توی سریال یک بازجوی امنیتی نشسته به طرفی که داره بازجوییش میکنه، میگه یادت باشه اینجا کشورهای دیگه نیست، اینجا جمهوری اسلامیه، ما با مقررات خودمون تو رو ادب میکنیم. میگه وکیل دارم. میگه وکیل تو الان میگم بزن زندان. پس در نتیجه این مسائلیه که ناگزیر ما وقتی که بهش میرسیم میبینیم که خب اون کرد، اون بلوچ که بسیاری کشته دادن، اون عرب های ایرانی که کشته بسیاری دادن، وقتی که مقابله به مثل میشه طبیعی است که دست به اسلحه میبرن. ولی نظر شخص من رو میخواید، من ایدئالگونه صحبت میکنم، میگم که آرزو میکنم که خون از دماغ کسی نیاد، این محمد رضا شاه. ولی به هر حال برای این که خون از دماغ کسی نیاد باید که تمهیداتی به وجود آورد، باید که تحولات فکری ایجاد کرد، باید که بتونیم این آمادگی رو در مردم ایجاد بکنیم و اون حکومت بازدارندگی داشته باشه، نه وحشی بشه مثل امروز جمهوری است. بله دکتر لاجوردی، صدای شما رو ما داشتیم خوشبختانه، ولی تصویرتون فریز شده بود، یخ زده بود، بنابراین ولی خوشحالم که صداتون رو داشتیم. حتما جناب فرزاد اون کاری که باید انجام بده انجام خواهند داد. ولی من ادامه میدم به صحبتم. چند لحظه پیش شما راجع به مفاهیم فدرال اشاره کردین و گفتین که روی این مفاهیم جزئیات رو مطرح نمی کنن. مطلبی که برای من مهم بود و هست این که صحبت هایی که من با این دوستان داشتم این که همین که مفهوم فدرال یعنی چی، برای اینکه ما الان بین 26 تا 46 تا کشور فدرال داریم، هر کدومشون با هم دیگه فرق میکنن، همونطور که شما اشاره کردین، آمریکا رو اشاره کردین، کانادا رو اشاره کردین که کاملا با هم فرق میکنن، که مشکلات بسیار زیادی هم در خود فدرالیسم هست. نکته ای که من بهش اشاره میکنم این که
فرقی هست بین فدرال و غیر متمرکز و چرا واژه غیر متمرکز رو استفاده نمی کنن؟ چون از نظر معانی بین المللی فرقی هست بین فدرال و غیر متمرکز و اینها در این مورد ساکت هستن و نمیخوان غیر متمرکز رو، در حالی که خود همین غیر متمرکز هم میتونه مفهوم خودش داشته باشه و عرشبت حضورتون که جزئیات خودش رو داشته باشه. بنابراین من وارد اون نمیشم، چون داریم نزدیک میشیم به پایان گفتمانمون امروز. قسمتی که راجع به شما پیشبینی تلخ و به اصطلاح سرلوحه قرار دادین و اشاره کردین به مرگ آقای گورباچوف، میخواستم که نظر شما رو اگر ممکنه کوتاه در مورد این که شما مفاهیمی رو جدید آوردین، نه اینکه جدید بلکه موضوع گورباچوف رو مطرح کردین و به سقوط شوروی سابق انجام شد، چرا این موضوع رو در مورد سقوط جمهوری اسلامی عنوان میکنین؟ امیدوارم که شما صدای من داشته باشین. بله جناب افشین جان، با مرگ گورباچوف باز دوباره بحث در اینی که همونطوری که شوروی سقوط کرد جمهوری اسلامی هم سقوط میکنه، من این بحث رو مطرح کردم و اون اینه که دنبال آرزوها و ایدئالها و آرمانگرایی نباشیم، دنبال کار کردن باشیم. نمونه شوروی سابق و سقوط و فروپاشی شوروی الزاماً آینده دموکراتیک رو به وجود نیاورد، یک پوتین امنیتی رو به وجود آورد که امروز با مسائل اخیری که باز به وجود آمده شده بدترین چهره دیکتاتوری جهان. این برای من وقتی که میگم پیشبینی تلخ اینجاست که اگر جمهوری اسلامی سقوط بکنه و جایگزینش سپاه پاسداران باشه، اون وقت چه بلایی سر ما خواهد آمد. به همین دلیل با این هشدار به قضیه نگاه کردم که ما این توانایی رو داریم، ما این قدرت رو داریم، ما این خواست جامعهمون همراهمون هست، ما یک تجربه 100 و چند ساله داریم برای رسیدن به دموکراسی که از مشروطیت آغاز شده و غیره و غیره. بیایم منتظر این نباشیم که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، مثلا سپاه جایگزینش بشه، اون وقت باز دوره ما در بحث چه کنم رو تو دامن خودمون بگذاریم. بیاین حالا تو اون اتاق فکر بنشینیم، ما دشمن همدیگه نیستیم، ما اختلاف فکری داریم. تو اختلاف فکری بحث ایدئولوژی مطرح نمیشه، من و شما و ایکس و ایگرگ میتونیم بنشینیم برای یک هدف مشترک. هدف مشترک این جمهوری اسلامی که میخواد حکومتش رو نگه داره، برای ما سرنگونی جمهوری اسلامی و نگه داشتن مملکتمونه. این هدف مشترکه. چرا ما از هم وحشت داریم؟ چرا فقط و فقط به شعار دادن بسنده میکنیم؟ چرا فقط به یک بیانیه دادن نمیدونم اکتفا میکنیم؟ چرا این آمادگی رو نداریم بیاییم تو صحنه و جلوی مردم بنشینیم و پاسخ به سوالات مردم بدیم؟ اینی که دموکراسی خیلی خیلی خوبه، اصلا کی تردید داره که خوبه؟ اینی که آزادی خوبه، کی تردید داره که بده؟ همه اینها درسته، ولی این که ما چگونه بهش برسیم مطرحه. هی ما مرتب تکرار بکنیم، به خصوص حرف شاهزاده مرتب تکرار میکنن جمهوری اسلامی بد است و دموکراسی خوب است. این چی رو حل کرده تو این 40 و چند سال؟ نه در مورد ایشون به تنهایی، من در مورد همونطوری که تو مقاله میبینید در مورد همه نوشتم، ولی به هر حال یه واقعیت رو باید بهش رسید. تجربه مشخص و مستقیم اینه که ما ننشینیم به انتظار این که جمهوری اسلامی سقوط بکنه، بنشینیم به دنبال این که اگر سقوط کرد ما چه جایگزینی رو میتونیم داشته باشیم که مثل شوروی سابق پوتینی نیاد که اونجا یک دیکتاتوری جدید به وجود بیاره. ما بتونیم پیشنهادی رو به جامعهمون ارائه بکنیم، مورد اعتماد جامعهمون قرار بگیره که اون حکومتی که میاد پاسخگوی مردم باشه. این مفهوم اون پیشبینی تلخه که مرتب میگم که امیدوارم این پیشبینی تلخ من به وقوع نپیونده و بعد از جمهوری اسلامی ما همه با ایدئالهای خودمون زندگی کنیم. بله دکتر لاجوردی، هنوز من و شما تصویرمون فریز بوده، ولی خوشبختانه
هم صدای شما رو دارم و شما هم و بینندگانم صدای منو دارن. به پایان این برنامه نزدیک میشیم، فقط دو تا موضوع هست. یکی این که شما در ابتدا اشاره کردین که اختلاف نظر به معنی دشمنی نیست و اینو در قسمت آخر مطالبتون که اشاره کردین به درستی در چند نوبت اشاره کردین راجبش که واقعا این هست. اگر ما این اصل رو قبول داریم که من و شما اختلاف نظر داریم، این اختلاف نظر به معنی دشمنی نیست، ولی متاسفانه در اپوزیسیون ما، در بین هموطنان ما، وقتی که یک کسی اعلام اختلاف میکنه، بلافاصله میبینیم که فحش و فحشکاری شروع میشه، در حالی که نمیان سوال بکنن که آقا این صحبتی که میکنی بر چه اساسه، یا صحبتی که من میکنم بر چه اساسه. به نظر من شما در اون قسمت صفحه سوم مقالتون این موضوع رو مطرح کردین، ولی قسمت آخر دکتر لاجوردی، در قسمت آخر شما اشاره کردین که از آرمانگرایی بیرون بیاییم، ایران در خطر بلند مدت تریست، تنهایش نگذاریم و اتاق فکری تشکیل بدیم. شما راجع به این اتاق فکری که من فکر میکنم که کتابی هم اگر اشتباه میکنم تایتلش رو اشتباه میکنم من کرکت بکنیم، کتابی هم راجع به این موضوع نوشتین و یا به همین مضمون نوشتین، این پارلمان فکری، بله پارلمان فکری، درست، خیلی ممنون. حالا در پایان شما راجع به این موضوع صحبت میکنیم که پارلمان فکری و بیاییم به کنار هم بشینیم. در این مدت کوتاهی که الان حدود 4-5 دقیقه فرصت هست که تمامش در اختیار شما خواهد بود، پیشنهاد عملی شما راجع به این پارلمان فکری و کنار هم نشستن چی هست دکتر لاجوردی؟ آقای افشین جان، من سال هاست دارم این بحث رو میکنم. کتاب به پارلمان فکری مال 10 سال پیشه. این بحث جدیدی نیست. بحثیه که در خدمت خودتون در کانادا وقتی اون کنفرانس آسیب شناسی اپوزیسیون به وجود آمد، کتابش هم منتشر شد، همین بحث مطرح بوده و هنوز مطرحه. من سوال میکنم، واقعا سوال فقط میکنم، فرضم رو بر این میگذارم که تمام مردم ایران سلطنت میخوان، یا فرضمو بر این میگذارم که تمام مردم ایران جمهوری میخوان یا فدرال میخوان، اصلا تفاوت نمیکنه چی. قضاوت ارزشی من اینجا نمیکنم، بحثم رو به این ترتیب میگم. میگم که نمایندگان اینها میتونن بنشینن در یک اتاق فکر، فارغ از اینی که اونجا شعار بدن، هیجان ایجاد بکنن، بگن نمیدونم دموکراسی خوب است، جمهوری اسلامی بد است، به این فکر بنشینن که با این بچه های ایران چی کار باید کرد، با این فروش ایران به شوروی، به روسیه و چین چی کار باید کرد، با آموزش پرورش ایران چی کار باید کرد، با اقتصاد ایران. آقای افشین جان، من چند روز پیش یه بحثی رو داشتم، ارزش پول ایران در 40 سال گذشته به این طرف 5000 بار سقوط کرده. 5000 بار سقوط کرده. آقای خاتمی دلشون خوشه که نمیدونم ائمه جمعه در مدارس تهران بیشتر، ایران بیشتر شده. اینا بحث هاییه که وجود داره، اون اتاق فکر میتونه اینها رو حل بکنه. چه ایرادی داره آقای شاهزاده رضا پهلوی، آقای حسن شریعت مداری، آقای حسین نمیدونم چی، آقای چی 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 چی، اینها بنشینن جلوی مردم. چرا ما از مردم وحشت داریم؟ این سوال باید پاسخ گفت. مردم سوال میکنن، اگه ما پاسخشون رو داریم بهشون میدیم، میگیم به این دلیله. اگه نداریم میریم کنار میشینیم، هی مرتب هی به هم دیگه فحش میدیم، هی به هم دیگه توهین میکنیم، هی به هم دیگه اتهام میزنیم. به جای این بیایم جلو مردم بنشینیم، یک تلویزیون آمادگی این رو اعلام بکنه که 10 نفر رو دعوت بکنه، بیان این 10 نفر بنشینن جلوی مردم، مردم از یک طرف سوال بکنن، چند تا خبرنگار از یک طرف دیگه سوال بکنن، بعد از مردم کارنامه اینها رو بخوان، مردم پاسخگو باشن، ما مردم رو جدی بگیریم، ما از مردم وحشت نکنیم. مردم ما مردم سال 57 دیگه نیستن که بخوان با آب و نون مجانی، برق مجانی، اتوبوس مجانی بیان تو خیابون. میبینیم که نمیان، میبینیم که
به هر حال درسته که سرکوب هست، درسته که خشونت و اعدام هست، ولی میبینیم که مردم نمیان. چه کار بکنیم که مردم بیان؟ اتاق فکر درست بکنیم، اعتماد مردم رو به وجود بیاریم. بله، خیلی ممنون دکتر لاجوردی. در قسمت آخر من فقط یک جمله رو اضافه بکنم صحبتی که فرمودین، که راجع به مکانیزم این فرمایشات شما بود، و بعدم شما دعوت کردین از اپوزیسیون که بیان دور هم بشینن، و راجع به یک تلویزیونی اشاره کردین که دور هم بشینن و به مردم پاسخ بگن. من از اینجا همینجا دعوت میکنم از رهبران اپوزیسیون یا هر کسی که فکر میکنه که با این مطالب موافق هست یا حتی مخالف هست، مهم نیست، تماس بگیرین و ما بتونیم حداقل در یک مجموعه کوچیکی که هم هست بتونیم این کار رو با حضور شما دکتر لاجوردی و دیگران بتونیم این موضوع رو به راه بیاندازیم، و اگر نوز گرفت و گسترش پیدا کرد بتونیم اینو گسترش در سطح ملی بدیم. بنابراین من پایان سخنم هست، فقط اشاره میکنم که این مقاله رو به نام پیشبینی تلخ میتونین در صفحه دکتر لاجوردی در فیسبوک جای دیگه نگاه بکنین، در صفحه فیسبوک منم هست میتونین نگاه بکنین، و یا در رسانه های دیگه هم هست ملاحظه بکنین، و نظراتتون رو خواهش میکنم برای دکتر لاجوردی یا زیر این صفحه برای ما بگذارین. پوزش میخوام از بینندگان عزیزی که در یک مدتی که در قسمت اواخر صحبت ما تصویر نداشتیم، ولی چیزی که مهم هست گفتاری بود که انجام شد. دکتر لاجوردی یک دقیقه فرصت داریم برای بستن این، اگر مطلبی دارین در یک دقیقه خواهش میکنم بفرمایید. مطلب خاصی ندارم آقای افشین جان، پیشنهادتون بسیار بسیار منطقیه، اگر که یک کمچه اتفاقی بیفته بشه این مجموعه ای که اسمش اپوزیسیونه شکل بگیره و به مردم پاسخ بده، پاسخش هم این باشه که مردم میتونید از شر جمهوری اسلامی نجات پیدا بکنید با این فاکتورها، با این المانها، با این رهبری، با این آدمها، که مردم همچنان ترس این رو نداشته باشن که اگر جمهوری اسلامی بیفته ایران سوریه میشه و یا چه بکنن، بدونن که یک جایگزین وجود داره، اون جایگزین یک رهبری است، اون رهبری میتونه که امروز و فردای ایران رو شکل بده و حمایت مردم رو به وجود بیاره. اگر اعتماد مردم به وجود آمد مطمئن باشین مردم اون وقت دیگه همه کار انجام خواهند داد و حمایت بین المللی هم ناگزیر به پشتش خواهد. بسیار سپاسگزارم. بسیار سپاسگزارم. با بینندگان عزیز خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعدی.